سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن آفتابی از استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران در این شماره از تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به آخرین تحولات در روند مذاکرات اتمی. اعلام نارضایتی سپاه پاسداران از روند توافقهای اتمی دولت حسن روحانی با 5 به اضافه 1. سردار محمد رضا نقدی فرمانده بسیج وابسته به سپاه پاسداران اما هیچ اثری در زندگی روزمره مردم نداشته است. این در حالی است که امروز یک سخنگوی وزارت کشور در حکومت انقلابی ایران گفت که در بسیاری از شهرستان‌ها میزان بیکاری بیش از 40% است. همزمان علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای میگوید علاوه بر زمینه‌های دیگر حتی وضعیت حوزه‌های علمیه در زمان محمد رضا شاه پهلوی بهتر از حالا بوده است. محمد رضا زائری از روحانیون حکومتی در نشستی با عنوان کرسی آزاداندیشی در قم حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را یک اشتباه بزرگ نامید. وی تأکید کرد که روحانیت در جامعه اهمیت خود را از دست داده است و دورتر از مرزهای ایران در سوریه، یمن و عراق چه می‌گذرد. من و شما هستند چون جمعه شب‌های پیشین در تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان برنامه تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. و خوش آمدید آقای سازگارا در واشنگتن. ممنون از محبتتون. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده، باز مذاکرات اتمی قراره همچنان که ادامه داره به شکل‌های مختلف و قراره آقای کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف با هم مذاکره کنن، دیدار داشته باشن. بعد از رویدادهای مجلس که به اون پرداختیم، اختلافات و درگیری‌هایی که بود مجلس، مخالف‌خوانی‌ها و موافق‌خوانی‌ها هر دو در تهران شروع شده و شدت گرفته. بالاخره آقای نوری‌زاده، این افسار مذاکرات اتمی در دکی ولی فقیه مجلس شورای اسلامی، آقای نقدی سپاه پاسداران دولت روحانی، هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل در مسجد نارمک هست، دست کی هست؟ دست همشون هست، دست هیچ کدوم هم نیست. در واقع ولی فقیه که این بازی رو راه انداخته. ببینید، من دفعه پیشم باز اشاره کردم آقای خمینی تمام معایب رو داشت و این بلا رو به سر کشور ما آورد، اما یه چیزی داشت، اونم شهامت بود. حداقل شهامت رو داشت بگه بیاد آقا جام زر رو سر میکشم، همه خوب و بد جنگم با خودم. آقای خامنه‌ای چنین شهامتی رو نداره. آدمی نیست که با جرأت بیاد جلوی مردم بگه آقا من 14 سال بهتون دروغ گفتم، تمام دولت و تشکیلات من دروغ گفت، سانترفیوژ مقدس نیست، زندگی یه ایرانی میارزه به هزار سانترفیوژ، صدها هزار سانترفیوژ فدای سر یک بچه ایرانی باد که به علت نرسیدن دارو میمیره. این شجاعت رو نداره آقای خامنه‌ای و میاد میشینه میگه که من نه موافقم نه مخالف. با چی مخالف نیستی و با چی موافق نیستی؟
یک لقمه ایست که براتون گرفتن جلوتون گذاشتن، باید بخورید. آش کشک خاله است. اگر نخورید آثار نخوردن بسیار بدتره. خوردنش رودل میاره، نخوردنش مرگ میاره. برابر این اینا رو نمیدونم این مشاوران چپ و راست، میرزا علی اکبر خان طبیب حضور ولایتی، جناب آقای غلام علی خان حداد عادل، این چپ و راست نظامی غیر نظامی، وحید خان حدادیان، اینا چی به آقای خامنه ای میگن؟ یکیشون انقدر مرد هست که بره بیسته و اونجا بهش بگه آقای خامنه ای این راه که تو میروی به ترکستان است. این بازی ها رو دنیا دیگه نمیخره. آقای فابیوس این هفته خیلی روشن و آشکارا گفت ما قرارداد رو میخوایم، اما قراردادی که فردا جمهوری اسلامی دوباره نره دنبال بمب اتمی. ضمن آقای بانکیمون گفته، همه گفتن، آقای آمانو گفته که قرارداد اتمی که بسته میشه ضمن شروطش آزاد بودن بازرسان برای دیدار از مراکز اتمی و نظامی ایران است. شما امپیتی رو که قبول کردید، بالمعال گفت ظرف رو که پذیرفتید، محتوای ظرف هم پذیرفتید. حالا آقای خامنه‌ای میگه نخیر، ما ظرف رو پذیرفتیم ولی اون تو میخوام یکشو بذاریم بیرون. نمیشه آقا جان، دنیا به شما چنین اجازه نمیده، به خصوص الان که رسوا شدید، تو یمن آبرو ریزی کردید، تو عراق، تو سوریه، اجازه بهتون نمیدم. بنابراین این بازیایی که شما دارید میبینید، یه آدمی مثل کوچکزاده، کسی که در دوران دانشجویی بچه های مجاهد و فدایی و ملی رو لو میداد، تو ماشین میشست میرفت با ماموران و مزدش همین نماینده مجلس بود، این آقا توی خیابون یقه ظریف رو میگیره و بهش عنوان خائن میده، در حالی که خیانت رو اینها کردن، از بزرگ تا کوچکشون به مردم ایران دروغ گفتن، فریب دادن. 130-40 میلیارد دلار از پول ملت رو صرف یک پروژه نادرست کردن و اینو خواستن تو کله مردم بکنن که آقا جان سانترفیوژ ناموسته، تأسیسات آب سبک عراق ناموس مادرته. نه، هیچ کدوم اینا ناموس ما نیست. ناموس ما اون دختر جوانی است که از فقر خودفروشی میکنه. بله. خب آقای سازگار اشاره کردن به آش کشک خالص و ظرف رو ایشون قبول کردن، آقای خامنه‌ای به گفته آقای زاده به محتواش رو میخوان قبول نکنه، نمیخوان آش کشک درش باشه، شاید چیز دیگه ای، کوکاکولای پچه دیگه ای، آش رشته ای چیزی باشه. اما ظاهرا آقای خامنه‌ای بی اعتماد هست، مطمئن نیست این آش کشک و خاله درست کرده، یعنی با نظر مهربانانه، همونطور که در صحبتاش گفت، گفت این فقط یه سناریو تنها نیست، سناریوهای دیگه هم هست، حقوق بشر هست، اینو ما کنار بیایم اون یکی رو خواهند کرد و اینا. آیا ایران، حکومت اسلامی ایران در شرایطی هست که شرایط تعیین کنه برای طرفهای دیگه مذاکرات؟ واقعیتش این است که نه، خیلی کارت جدی سر میز مذاکره دست طرف ایرانی نیست. کارتایی هم که توی منطقه تئوری سپاه بود یه موقع میگفت درست میکنیم، مثل حزب الله لبنان، سوریه، حماس، همین حوثی‌های یمن، عراق و غیره، اینها هم کارتای سوخته ای از آب در اومدن بعضیاشون، هم اینکه کسی نمیخره این کارتا رو در مذاکرات هسته‌ای نمیگذارن، نه امریکا چون این کاری رو تا الان کرده، نه دیگران، اگر بخوادم دولت اوباما بکنه، متحدین اروپایی، اعراب، اسرائیلی ها نمیگذارن چون این کارتی رو از ایران بخرن. بنابراین به نظرم امثال این آقای عراقچی درست میگن که آقا اگر ما این الحاقیه، پروتکل الحاقیه NPT رو امضا نکنیم که اجازه داشته باشن بازرسا بیان هر جایی دلشون میخواد ببینن از جمله مراکز نظامی، توافقی هم در کار نخواهد بود. به هر حال با اومدن آقای چالنگی، کنگره امریکا به میدان و قانونی که 98-1 در سنا و 400-25 در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد،
و آقای اوباما هم چاره جز امضای اون نداشت، الان دیگه مسئولین دولت اوباما هم سر میز مذاکره میدانند که اون سه شرط آقای خامنه‌ای رو به هیچ وجه نمیتونن وعده بدن، نمیتونن بگن تحریم ها رو یک جا بر میدارن، نمیتونن تحقیق و توسعه رو متوقف کنن و نمیتونن موافقت کنن که از مراکز نظامی بازدید نشه. دیروز آقای جان بینر سخنگو و رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت ما در هر قراردادی با ایران امضا بشه باید آزادی زندانیان امریکایی رو هم بگنجونیم، برای اینکه ماجرای محاکمه به خصوص آقای جیسون رضاییان در امریکا الان جنجالی شده، واشنگتن پست و مطبوعات پشتش هستن. سه شنبه که ایشون محاکمه شد من دنبال می‌کردم، تمام مطبوعات امریکا، تمام رادیو تلویزیونا به خصوص با برادر آقای جیسون رضاییان، علی رضاییان مصاحبه می‌کردن و کاورج و پوشش دادن، من اینکه موضوع مهمی است، یک شهروند امریکایی رو پشت در بسته دارن محاکمه می‌کنن. تقاضای سردبیری واشنگتن پست رو هم رد کردن و توی اون هم در واقع اتهام جاسوسی به یک خبرنگار زدن و مسائلی از این قبیل. البته من شنیدم پشت پرده ایران مذاکره‌ای در عمان داشته و از امریکا خواسته که 31-2 زندانی ایرانی که به نوعی کارگزار حکومت ایران بودند و تحریم ها رو نقض کردند یا جاسوسی کردند یا کارهای دیگه کردند و در زندان های امریکا هستند رو آزاد بکنند به ازای این سه زندانی امریکایی، ولی به نظرم ساختار قوه قضاییه امریکا و دولت امریکا رو نمیشناسند، برای اینکه اگر حکمی رو قوه قضاییه امریکا صادر کرده باشه آقای اوباما هم نمیتونه چون این قولی رو بده و اونها رو آزاد بکن. به هر صورت این مذاکرات های چالنگی قابل پیش بینی است که در ماه ژوئن به نتیجه نخواهد رسید، سیوم ماه ژوئن، و تمدید خواهد شد، شروع زمزمه هاش هم شروع شده و انتهاش هم میره در مسیری که بازرس ها 4 سال 5 سال طول خواهد کشید، سناریویی که به نوعی در عراق هم اتفاق افتاد یا جاهای دیگه، یک به یک نگاه میکنن میان و خیلی خیلی با تعنی و تدریج تحریم ها برداشته خواهد شد. ایران هم چاره ای نداره. حالا برگردیم اگر با بحث تاثیراتش در داخل ایران میتونیم اون وقت ارزیابی کنیم که این شاخشونه کشیدن های سپاهی ها یعنی چه و چه معنی. آقای نوریزاده اشاره کردی به اون چی که آقای کوچکزاده به ظریف بچنی گفت، خائن هست این جنگیز خانگی بین دو جناح حکومت، اما نکته اینه که آقای ظریف در این حال وقتی متن اون توافقنامه ابتدایی به اسم مقدماتی منتشر شد لوزان، یک روایت دیگه هم خودش هم اطرافیان ایشون نداده، حتی مواردی رو منکر شده. همین آقای عراقچی که شخص تحصیل کرده ای هست، برای مرد این حرفا رو از بس زدن شاید عادی شده، برای خودشون که هم جنس و هم کاسه هستن یا هم حکومت یا هر عنوانی، خب شاید زیر بار نمیرن. آقای عراقچی آمده گفته که بله ما حالا اونطور نیست که تصداد نظامی رو دیدن بکنن، چشماشون رو باز میکنیم و روی بقیه چیزامون پرده میکشیم و از این بازی که هیچ کسی زیر بارش نمیره. خب ببینید، یا خود آقایون چرا راست آقای ظریف و مخلفات ایشون در مذاکرات اتمی نمیان بگن، آنچه که توافق شده بیان بگن. این آیا به یک معنی دیگه خیانت به منافع ملی نیست، جدا از اون مفهومی که اون آقای کوچکزاده و بقیه می ده. اگر آقای ظریف یا آقای عراقچی بیان واقعیت‌ها رو بگن، خب ولی فقیر رسوا میشه. وقتی هم میرن تو مجلس تو جلسه خصوصی میگن،
امثال رسایی و کوچکزاده و نادران و امثال اینا که کولی بازی در میارن میان بیرون مجلس شروع میکنن عربده کشتن. بعدم آقای رسایی برخلاف تمام قوانین و ضوابط حاکم بر جمهوری اسلامی، اگر این کار یک نماینده سابق زنده یاد احمد بورقانی کرده بود یا آقای رفیقمون آقای مهندس خوئینیا کرده بود زندانیش میکردن، ولی آقای رسایی میاد متن گفتگوهای آقای عراقچی رو منتشر میکنه در حالی که جلسه غیر علنی بوده، یعنی جلسه خصوصی بود. ببینید مشکل این است که شما وقتی یه حکومتی رو از ابتدا پایش رو روی دروغ و نفاق پایه گذاشتید، در این مملکت هیچکی راست نمیگه، چون اگر بخواد راست بگه اصل کل اون بالا رو به خطر میندازه. آقای خامنه‌ای چند روز قبل اومد گفت، نشست گفت من نمیگذارم. واقعا من لرزیدم به خودم. رضا شاه و محمد رضا شاه همچین چیزی رو نگفتن، هیچ دولت مردی اینجوری نیومد بگه من نمیذارم. تو کی هستی؟ فردی که نه ملت انتخابت کرده. در یک بازی سر تا پا شعبده بازی آقای رفسنجانی اومده شما رو نشونده رو کرسی ولایت. شما چطور به خودت جرأت میکنی؟ به خودت اجازه میدی بیا بگی من؟ حداقل اشاره کن حکومت، دولت، ما، من کیه؟ شما کی هستی که خودتو سلطان مطلق میدونی؟ خود خب فعلا آقای نورزاده مقدرات ایران و سرنوشت مردم ایران دستشونه. خب من برمیگردم به همین جا. دولت برگزیده خود ایشون مگه نیست؟ ببینید آقای چالنگی برمیگردم به اینجا. نه میخوام اینو بگم. بگم وقتی آقای خامنه‌ای حرفو زد، اگر ذره شجاعت و وطن دوستی و ملت دوستی در آقای روحانی بود، در آقای ظریف بود، باید میرفتن جلوش میگفتن شما به چه حقی میگی من؟ پس این دولت چی کار است؟ پس این مذاکرات چیه؟ خب شما ول کن ما بریم خونه بشینیم به سبک سنه تسعمه حکومت بکن. این چیه که شما داری میگی من نمیگذارم؟ شما کی هستی؟ چه قدرت مشروعی داری غیر از یه حق بازی که در بعد از مرگ آقای خمینی شده و یه بساط نایب امام زمانی که به دروغ راه انداختین و شما رو فرمانده کل قوا هم کردید؟ آخه ببینید آقای چالنگی، من گاهی اوقات نمیخوام هیچ وقت عصبانی بشم، ولی بعضی مسائل به من توهین‌آمیزه. وقتی سید علی آقای خامنه‌ای میاد میگه من کی به شما اجازه دادم شما جای من تصمیم بگیری؟ 70 میلیون ایرانی هم به شما همچه اختیاری رو ندادن، یه مش مزدور دنبالتونن ساندرس. مگر 30 و چند سال هست همین روند ادامه نداره؟ در این حد نبود. چرا آقای روحانی همونطور که شما گفتید، آقای روحانی از این وزیرای به شما بر میخوره، به خیلی هم ممکنه بر بخوره، ولی چرا به یکی از این وزیرا بر نمیخوره و بیان همین آقای ظریف که شما اشاره میکنید می اونجا باز هم در همون مجلس از آقای خامنه ای نقل قول میکنن؟ دعواشون بر سر دو روایت مختلف از آقای خامنه ای است. چرا یک کدوم از اینا استعفا نمیده بگه آقا اگه شما هم کار هستید ما هستیم، ما نیستیم؟ برای اینی که اون میفرمایید این سوال رو باید آقای ظریف یا آقای روحانی پرسید ایشون که شما کی هستید، نبنده او شما بفرمایید. برای اون چیزی که مثلا در مصر ما شاهد بودیم، آقای فهمی وزیر خارجه با نظر پرزیدنت سادات مخالف بود، استعفا داد. ولی در کشور ما چسبیدن به این میز اصلا براشون مهم نیست چه هزینه ای دارن میدن. وقتی محافلید خسروی رو بیگناه اعدام کردن، من پیش خودم فکر میکردم واقعا وزیر مثلا اقتصاد، وزیر تجارت، بازرگانی، رئیس بانک ملی، اینا در اعتراض استعفا میدن؟ بعدم نه، اینا همشون یکی هن. متاسفانه اگر یه آدم درستی هم در بین اینا باشه، بعد اون مزه وزارت و ماشین ضد گلوله و پاسدار اینا همچی زیر دهنش مزه میکنه، بالاخره قدرت خانم اگر در میان مقام معظم برهنه شده به اینا یه انگشتی نشون میده. بنابراین اینا دیگه شیفته و مفتون،
خیلی برای من عجیبه. آقای ظریف یه آدم تاثیرکرده است، یا آدمی است که در خیلی جاها دیدم از منافع ملی دفاع میکنه، چرا باید بشینه و سکوت کنه بره استعفا بده؟ آخه این وزارت به درد چی میخوره که آقای خامنه‌ای میشینه میگه من نمیگذارم؟ شما کی هستی که نمیگذاری؟ حالا از همه وجود گذشته اون چپیه فلسطینی که بعد دوش آقای ظریف، آقای بله، آقای خامنه‌ای هست، این هست و مقامی بالاتر از خود رهبری جمهوری اسلامی که وجود نداره در این نظام. بله. آقای منتظری از این مقام گذشت به خاطر اینکه کاری رو خلاف عقایدشون جلو چشش انجام میدادن. درسته. پشتر زندانیان. چرا؟ بله. شاید باشن، من نمیشناسم. از زمان آقای منتظری تا به امروز یک از این مسلمانان شیعه حاکم بر ایران از کار خودش من شخصا سراغ ندارم که در سمت‌های بالا استفاده داده باشه. نه نه کار نه. خلاف اسلامه. نه فقط آدم با شرف به نام عبدالله نوری بود که کارش به زندان کشید. من میگم در سطح بالای، حالا من زیاد سراغ ندارم، هستن اگه آقای عبدالله نوری هم چون خب دستشون درد نکنه. آقای نقدی ببینید، اولا چرا نمیان گزارش مستقل خود ملت و مردم بدن؟ مردمی که وقتی توافق اولیه شد به هر حال ابراز شادمانی کردن، چرا پشت درهای بسته؟ چرا نمیان علنا به مردم بگن آقا صورت مسئله اینه؟ راه حلش هم به نظر ما آقای ظریف و هر کی که هست این هستش، نه اینکه باز همون صحبت ها آقای نقدی برای یکی آقا تحریم ها هیچ اثری نداشته، اون یکی یه چیز دیگه. چرا؟ چرا اینجوری؟ واقعا هم اثری نداشته تحریم ها آقای سازگار. من یک جمله راجع به بحثی که مطرح کردین اگر اجازه بدین عرض کنم. شاید 12-13 سال پیش یکی از دوستان خیلی خوب من، آقای مسئول، یکی از اساتید خیلی خوب اقتصاد دانشگاه، یک بار صحبت میکردیم، حرف خوبی زد، گفت من هرچی دور این حکومت رو نگاه میکنم میبینم به تدریج آدم هایی که سالم بودن، باهوش بودن و شرافت ملی داشتن آروم آروم از مشاغل کلیدی کنار رفتن، مارجینال شدن، حاشیه شدن، خیلیشون رفتن بیرون، معدودیشون هم به دلیل مخالفت ها راهی زندان شدن. شاید الان آقای موسوی و کروبی دو تا از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی باشن که پای قولی که به یک ملت دادن ایستادن و مرد و مردونه و با خانم رهنورد بهاش هم دارن میپردازن. متاسفانه در استبداد و دیکتاتوری ها خس و خاشاک روی آب میمونن، اونهایی که سنگین وزن‌تر هستن و خودشون رو نمیخوان بازیچه دست استبداد و مستبد بکنن، آروم آروم یا کنار میرن یا کنار گذاشته میشن، یا کمی هم که صداشون رو بلندتر کنن راهی زندان و شکنجه و حتی کشتن میشن. سرنوشت آقای منتظری که شما اشاره کردید شاید یکی از درس آموزتریناش باشه. به هر صورت این اون داستان غم‌انگیزی است که در تاریخ ما همیشه هم تکرار شده، به مقداری که استبداد ستبرتر و سنگینتر شده، انسانهای فرهیخته، حسنک وزیرها بر دار رفتند و بادمجون درقابچین ها بیشتر باقی موندند. من هم با شما موافقم، واقعا چهره زشت استبداد رو میشد در همین بحث مجلس دید که یک وزیر و یک نماینده مجلس با هم دعوا میکنن سر اینکه یکی میگه آقا این رو فرمودن، دیگری میگوید که نخیر آقا اون رو فرمودن، گویی که این دو نفر از خودشون نه اراده‌ای دارن، نه فهمی دارن، نه درکی دارن، نه استقلالی دارن. به هر صورت آقای چالنگی، قصه همون قصه است که قبلا اشاره کردید، آقای خامنه‌ای در تنگنایی گیر کرده، نه شجاعت داره بیاد این کاسه زهری که سه تا قلوپشو خورده بقیهش هم بخوره روز روشن به مردم بگه این پروژه از ابتدا اشتباه بوده، نه ارزش علمی داره، نه ارزش اقتصادی داره، نه ارزش
نظامی داره و کار بیهوده است که یک ملت رو گرفتار کرد. چون این شجاعتی در ایشون نیست. آدمی هم هست که مذبذبه. آقای خمینی هم که از ایشون گردن کلفت‌تر بود، دست کم بنده شاهدم میتونم مواردی رو ذکر کنم، ایشون هم با فشار این جناح و اون جناح و چهار تا طلبه تو قم و اینها حرفشو عوض میکرد، جا میزد، درس تفسیر قرآن خودش هم قطع میکرد. آقای خامنه‌ای به مراتب ضعیف‌تره. همین الان در بیتش ایشون نمیتونه بین اصغر حجازی و مشتبه خامنه‌ای رو جمع کنه. جاسوس توی اطلاعات سپاه پیدا میشه، جاسوس اسرائیل پیدا میشه، نمیتونه حسین طایب رو کنار بزنه و خود و دیکتاتور حقیر و ضعیفیست که بیماری هم به اون افزوده شده و این تذبذبش باعث شده که هر کسی هم میدونه که یه فشار به آقا بیاره میچرخه. به همین دلیلم نه جرأت میکنن توافقهای لوزان رو افشا کنن. آقای ولایتی رو میاد با سایت خودشون مصاحبه میکنه، میگه نه صلاح نیست آنچه که در لوزان بوده مطرح بشه، فکت ایران منتشر نشه. آقای روحانی هم میگه حرف آقای صالحی و ظریف فکت ماست. خیلی حرف مسخره و بی اساس و نه جرأت میکنن ببرن تمومش کنن. نتیجهش آقای چالنگی این شده که حالا آب که گفت سربالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، آقای نقدی میشه تعیین کننده و حضرات سپاهی ها که دارن خودشون رو تجهیز میکنن برای مردن آقای خامنه‌ای، دست بالا رو تو اون کشور داشته باشن. از دانشگاه امام حسین که آقای محسن رضایی رفته اونجا، دانشگاه که مثلا کارش دانشگاه، بیانیه میده و اولدرم بولدرم میکنه که ما ناراضی هستیم عمیقا از این توافق ها، حالا توافق هایی که هنوز لنگش هم رو حواست، و با آقای نقدی که میگه اصلا تحریما کاری نکرده و این مقاومت هیچ کاری به ملت ما نکرده، امداد غیبی و امداد الهی است. ایشون البته احتمالا به جیب خودش و بخور و به خوابای دورور خودش نگاه میکنه که تحریم ها کاری به ملت نکرده. ملت احتمالا خودش و یه تعدادی دزد در نیروی انتظامی و سپاه و ارکان کشور هستن که تحریما ساخترشون هم کرده و اگر نه عامه مردم به شدت در تنگنا و فشار قرار دارن. حالا یک نظری هم وجود داره که اساسا حکومت ایران این در توافق رو باز نمی کنه به توافق کامل، از این بابت سعی میکنه نرسه، که حراس داره در ذات و نهاد این حکومت به دلیل به دلایل مختلفی، حتی حراس داره از اینکه در داد و دهش باشه با جهان آزاد، روابط عادی داشته باشه با جهان آزاد و دنیای رو به پیش رو. این بحثی است که امیدوارم روز بتونیم با جامعه شناسان و کارشناسان حکومت ایران از همزمانی و معاصر شدن سر باز میزنه، کمان که اشاره هم کردن با همه احترامی که برای عقاید و آرای مختلف وجود داره، میبینید بعضی وقتا حتی کسانی که خواستار به اصطلاح تلاشی در این زمینه هستن مثل آقای میرحسین موسوی، باز بازگشته به دوره طلایی ما مطرح میشه. این بحثیست میگم باید یک زمانی کارشناسان مربوطه بیان دربارش بشیم صحبت کنیم. ولی آقای نوری‌زاده در یه همچین شرایطی هست که آقای علی ناطق نوری از ارکان حکومتی و رئیس دفتر بازرسی خود آیت الله خامنه ای آمده و گفته که به هر حال عدیش شده، یعنی وضعیت حتی روحانیت هم الان اون اعتبار و ارزش خود رو از دست داده و اشاره کرده به دوران پیش از انقلاب. محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران گفته در اون زمان حتی حوزه های وضعیت مناسبی داشتن. یکی این هست، یکی آقای محمد رضا زائری هست، مدیر مرکز فرهنگی شهدای سرچشمه، در سمیناری در قم گفته حجاب اجباری بودن حجاب اساسا یک اشتباه بزرگ بود. کنار این حرف در تایید حرف آقای ناطق نوری گفته روحانیت به اصطلاح سرمایه اجتماعی روحانیت به شدت کاهش یافته، اونم در یه حکومتی که دست روحانیته، دست کس دیگه نیست، دست استکبار جهانی و صهیونیسم
بین الملل و شرق و غرب هم نیست. این اظهارات رو پیش هم بغل هم میذارید، چه تفسیری دارید راجب وضعیت حکومت روحانیت شیعه؟ آنچه آقای ناطق نوری گفتی یا آقای زائری گفتن شاید یه مقدار تلاشی است برای اینکه بگویند ما از اینا نیستیم، ولی خود آقای ناطق نوری رو زیر ذره بین بگذاریم، آقازادهشون، برادرانشون بیاریم زیر ذره بین بگذاریم، میبینیم که ایشون هم همچی سلام الله علیه نیستن و خود ایشون هم گرفتاریایی دارن. اما همین آقای ناطق نوری که زمانی که خاتمی انتخاب شد گفت باید عزای عمومی بگیریم، امروز رفته تو جبهه رفسنجانی و خاتمی و با اونا. چرا؟ چون دیگه نمیتونه، طاقت نداره، چون به عنوان یه آخوندی که از اول انقلاب روزی که آقای خمینی اومد در بیزر و ناطق بی عمامه پلوش نشسته و پامنبری میکرد، خب داره الان میبینه جامعه چه نفرتی داره، میبینه وقتی فیلم مارمولک میاد خانواده خودش با چه عشقی این فیلم رو نگاه میکنن. یه وقتی روحانیت آبرو داشت، الان بی آبرو شده. و جالب خودش بر میگرده این نکتهی که ماها چندین نوبت خود شما بارها تأکید کردید که روحانیت در زمان شاه تولیدات بهتری داشت و معلومه تا به حال اینا تونستن یه راشد تربیت کنن، یه فلسفی که طرفدارشون هم بود، طرفدار آقای خمینی بود، یه مرجعی مثل مرحوم شریعت مداری اومده، مثل مرحوم آقای گلپایگانی یا مرعشی نجفی، حاج آقا احمد خونساری، طباطبایی قومی، کیا هستن؟ یه مرجع شکرفروشه، یه مرجع کارخانه کاندوم داره، یه مرجع کارخانه لاستیک داره. آقازاده هاشون هم که ماشاءالله در فساد ابعاد عجیب غریب دارن. مردم به کدوم اینا اعتقاد داشته باشن؟ آقای وحید خراسانی، پدرزن آقای لاریجانی آملی رئیس قوه قضاییه، یه تصویر حضرت عباس توی تلویزیون نشون داده شده، ریش میکنه، عمامه میزنه زمین، گریه میکنه. یا آقای خامنه ای که میگه قمه نزنید این زشت در انظار عمومی، داد میزنه تو غلط کردی اینو گفتی، قمه بزنید مغزتونم بشکافید. اما این آدم یک کلمه برای کشتاری که تو کشور شد نمیگه، یک واژه برای ظلمی که به زنا میشه نمیگه، یک کلمه راجع به فسادی که ابعادش عجیب غریبه نمیگه. چرا؟ چون داماد خودش اول فاسده. یعنی اگه خودشونم کاری نداشته باشن نون و پنیر بخورن، پسر و داماد و آقازاده و اخویزاده و برادرشون دزد جز راهزنان قبیله هستن. متاسفانه روحانیت چیزی دیگه براش نمونده، آبروی دیگه نمونده. اون چند تنی هم که هنوز آبرو دارن برای اینکه خود رو به کل کنار کشیدن، آقای سرفرازی، آقای محقق داماد، آقای رضی شیرازی، آقای کاظمینی بروجردی، اینا که بیچاره کاظمینی هنوز تو زندان ایناست بعد از اتمام مدت محکومیتش. منظورم این، اینا هم که خودشون رو کنار کشیدن اعتنایی به این دستگاه ندارن، ولی هر کس در این دستگاه هست از آخوندا آلوده است و ناطق نوری انگشت رو جای درست میذاره. اما راجع به حجاب، 37 سال اینا تو سر زنا زدن حجاب بکنید. تصاویری که ما از ایران میبینیم، آیا در زمان شاه که آزادی بود، هر که حجاب میخواست حجاب داشت، هر که نمیخواست نداشت، آیا همچی تصاویری رو ما دیدیم؟ من و شما نسل ما که وقت جوون جوون بودیم چنین تصاویر رو دیدیم؟ کجا اون زمان دخترای 18-19 ساله 20 ساله این همه آرایش میکردن؟ کجا؟ با همه دانشجو بودن، همکلاسی بودن، تو خیابون چقدر ساده بودن، اصلا دخترها آرایش اینجوری نمی کردن. الان شما نگاه کنید تو خیابون جمهوری ولایت فقیه با چه آرایش و لباسهایی ظاهر میشن. خب اینا برای چیه؟ برای اینکه شما میخواید به زور قالبی رو بر سر زنا بذارید و اونا اینجوری واکنش نشون میدن. داستان فساد و ازدواج سفید و این چیزهایی که ما اصلا نمیشنیدیم هم که در مملکتمون رایج، از برکت اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی و رهبری مقام معظم رهبری، همه این چیزها در مملکت فراهمه. انواع اقسام فسخ و فجور، مشروبات، مواد مخدر،
اصلا ایران شده تایلند دوم دیگه، برای بعضی از هموطنانمونم که در خارج اقامت دارن با گریه پناهندگی گرفتن، پس از دریافت گذرنامه اون کشور بعد گذرنامه ایرانیشون هم میاد بیرون، میره ایران، آقا بریم ایران تایلند بهتره، $1000 خرج کن ببین چه خبر. اینم نگاه هموطنانمون به داخل کشور. خب آقای سازگار، این حرف آقای رجایی بود که گفت ما اومدیم که فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم. من در برنامه سرزمین ما این حرف رو شکافتیم راجع به فرهنگ سرچشمه چه بود و چه جغرافیایی رو در اختیار داشت صحبت کردیم. برای من جالب هست که سالها بعد، بیش از 3 دهه پس از اون چه که آقای رجایی نخست وزیر و رئیس جمهور بعدی گفت، الان رئیس مرکز فرهنگی شهدای سرچشمه آمده و میگه حجاب اجباری یک اشتباه بوده و تاییدم میکنه و تأکید میکنه، حتی کلمه تأکید رو هم به کار میبره که روحانیت به اصطلاح محبوبیت اجتماعی خودشو یا سرمایه اجتماعی خودشو از دست داده. ارزیابی شما رو در این زمینه میشنم. در واقع من حالا البته خاطرم نیست آقای رجایی این حرف رو کجا و کی زدن، ولی این تصور ایشون و نسل ما کلن انقلابیون، تصور از انقلاب که می شود جامعه رو مهندسی کرد، میشه فرهنگ جامعه رو تغییر داد، میشه لباس پوشیدن، رفتار، اطوار مردم رو در یک قالبی از پیش تعیین شده، حالا قالب سرچشمه، بچه هیئتی ها یا هر قالب دیگه، قالب ماویستی، کمونیستی، فکر کنیم جامعه ای رو میریزیم در این قالب ها و انسان های یکسان و یک شکل از اون طرفش بیرون میاریم. این تصور آقای چالنگی تصوره غلط و امروزه خیلی خوب میشه نشون داد که بنیان تئوریکش هم نابجاست. انسان ها موجوداتی هستند که در جامعه که جمعی با هم زندگی میکنند، هر چقدر کمتر شما دخالت کنی، به قول تاماس جفرسون، دولت حد اقلی جفرسونی که بهترین دولت، دولتی است که دیده نشه حتی المقدور، هر چقدر کمتر حکومت در شؤون مردم دخالت بکنه، اون جامعه راحت تر میچرخه، نرمها و هنجارها و ارزشهای خودش رو به دست میاره و حاکم میکنه. این کشف بزرگ آدم اسمیت که در اقتصاد ما اگر دخالت حکومت رو حداقل بکنیم، ساز و کار نفع شخصی یا ترس از زیان و ورشکستگی بهترین راهبر اقتصاد بازار هست، بعدها توسط متفکرین مثل فون هایک و دیگران تأمین داده شد و در واقع نشون دادن این متفکرین که این موضوع در سایر شؤون انسانی هم سرق میکنه، در سایر شؤون رفتارهای آدمیان هم هر چقدر کمتر دخالت بشه انسانها بهتر، جامعه انسانی راحت‌تر میگرده. تصور مهندسی اجتماعی تصور بیهوده و غلطی است که حاصلش این میشه که امروزه جامعه ما معوج و آسیب دیده است. صدها نابسامانی و نارسایی پیدا شده. فرض کنید همین مسئله سکس، همین مسئله روابط جنسی که شاید دق این آقایون بوده از روز اول و حجاب اجباری، 37 سال گذشته، دخالت و فشار از بالا، حاصلش الان امثال آقای زائری حالا علنی میگن، خیلی از آقایون خصوصی و در محافل خصوصی این روزها میگن که این دین اجباری، حالا به شکل حجابش یا سایر شؤونش، درست تأثیر معکوس گذاشته، نسل جوان رو بی باورتر، بی دینتر، آسیتر و بی اخلاقتر کرده. بنابراین به نظر من گاهی میگم یک بنیانهای اخلاقی یک جامعه ویران شد برای اینکه یک آیه قرآن رو
حضرات یادشون بیاد که آیه درستی بود، آیه‌ای که میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجباری در دین نیست، فقط راه رشد از گمراهی باز شده، هر کس اما شاکرن اما کفور، هر کس میخواد هر کدومش رو انتخاب کنه. خدا به پیامبرش هم میگه تو فقط میتونی تذکر بدی، لست علیهم به مسیطر، تو سیطره‌ای بر مردم نداری. بنابراین اصل آزادی انتخاب، انتخاب آزاد در نحوه زندگی، در پوشش، در خوردن، در خوابیدن، در رفتن، در آمدن، در اقتصاد، در مالکیت و در غیره، اصلی است که به نظر من هم میتواند پشتوانه های دینی براش به محکمی داشت، هم مهمتر از اون حاصل عقل بشر، امتحان خودش هم چون این سیستم هایی پس داده در مقابل سیستم های بسته و توتالیتر مثل فاشیستا، مثل کمونیستا، مثل همین اسلامگرایان، دنیای آزاد، دموکراسی و لیبرال در واقع نشون داده که در اونها هم دین بهتره، هم اخلاق بهتره، هم اقتصاد بهتره، هم معیشت بهتره و هم مردم راحتتر زندگی میکنن و کلن انسانها انسانتر میشن. لذا به نظرم این شکستی که آقای زائری یا ناطق نوری دارن در بعضی حوزه ها اعلام میکنند جا دارد که به یک بحث عمومی تبدیل بشه و رسانه‌های بزرگ، رادیوها، تلویزیون‌ها، مثل کاری که الان شما دارین می‌کنید، واقعا جا داره که این رو به افکار عمومی بیارن و در واقع یک بار تکلیف تئوریک این حکومت دینی به معنای یک حکومت توتالیتر، یک قرائت حداکثری از دین، یک اسلام گرایی و نه مسلمانی و حقنه از بالا به لحاظ تئوریک معلوم بشه، چرا که به نظر من انباشت مشکلات به جای رسیده که جای شکستن این پوسته هست و جامعه ما داره به جای میرسه که به خوبی میشه صدای شکسته شدن استخوانهای تئوریک نظام جمهوری اسلامی رو شنید. بله، آقای رجایی نخست رئیس جمهوری اسلامی این حرفا رو سازگار همون روزای اولی که آمدن و صحبت میکردن در یکی از سخنرانی‌هاشون گفت. اما نکته این آقای نوری‌زاده، یکی از نکات دیگه‌ای که وجود داره و کمتر مورد اشاره قرار میگیره این هستش که البته آقای ناطق نوری نمیشه انتظار داشت اشاره کنیم، اما این هستش که در پیش از انقلاب جوانان آینده‌ای در برابر خودشون داشتن. بله. یعنی تحصیلاتی تموم بشه، ادامه تحصیل در دانشگاه یا خارج از ایران و بعد کاری و شغلی. حالا ایراد انتقاداتی در بعضی‌ها بود به قوت خودش باقی، اما جوانان بی آینده نبودن، هر روز آینده افق گسترده تری در برابرشون بود، چشمنداز گسترده تری و آینده بهتر و روشن تری. الان من امروز، قطعا شما هم این خبر رو خوندید، در جزیره ناورا، یه جاییست که حدود 12,000 نفر بیشتر جمعیت نداره و جمهوری هم هست، از این جزایر کوچولوی مربوط به استرالیا هست، ایرانیان پناهنده رو اونجا جا میدن. یک خانواده ای هست که دختر بچه 5 ساله شو پیش از ورود به اصطلاح منطقه در جای دیگه اذیتش کردن، این بچه وحشت زده است و بسیاری از جوانان ایرانی اونجا زندگی میکنن. و همین وزیر مهاجرت استرالیا میره به ایران و وقتی برمیگرده خانمی هم هست، اعلام میکنه خیر در ایران هم چیز عالی، حجاب هم خانم ها به بسیار علاقمند هستن، فلان هستن و داوطلبانه هست و این آقای زائری چونیم وزیر مهاجرت استرالیا این همه بی اطلاع، این همه زد و بند سیاسی. من صحبت من حالا اون نیست، اینه که واقعا کی مسئوله، کی مسئوله در به در شدن این همه جوان ایرانی از در یه جایی مثل جزیره ناورا. مثلا شما پیش از انقلاب اسم جزیره ناورا رو شنیده بودید آقای نوری‌زاده؟ نه. و اولا من یه چیزی میخوام بگم، هر چقدر آدم دسپریت و گرفتار باشه، ولی واقعا ملت ایران باید یه موضعی حداقل در برابر استرالیا بگیرن.
واقعا جنس استرالیایی نخرید، این توهین‌هایی که به ایرانی شده. یا هموطنان، خودتون رو به این بدبختی و مصیبت که برید استرالیا که وسط اقیانوس رهاتون کنن یا به جزیره ناگورا ببرنتون. مسئول آقای چالنگی عزیزم خیلی روشنه، مسئول رژیمی است به نام فتنه ولایت فقیه که در سال 57 بر ایران حاکم شد. متاسفانه جامعه روشنفکری ما، چپ ما، ملیون ما در استقرار این نظام همکاری و کمک کردند. و امروز ای کاش از اینها صدایی میشنیم از آنچه ازشون باقی مونده. شگفتی آوره، بعضی از چپهای ما میگن انشالله گربه است و دستمال رو پهن کردن برای رژیم. بعضی از ملیون ما مشغول معامله کتاب با آقای خامنه ای هستن و اینا اسباب تأثیر و تأصفه. ای کاش شهامت داشتن. ما میگیم رژیم بی شهامته، اپوزیسیونمون هم در داخل کشور گرفتار این مسائل هست که ای کاش میمدن یا در خارج کشور با شهامت میگفتن ما خطا کردیم، امروز زمان آن است که خطای خود را جبران کنیم. هممون احتیاج به یه دزموند توتو، یه دادگاه حقیقت‌یاب داریم. آقای سازگار، چرا مسئله حقوق بشر در ایران یا نقض حقوق بشر در ایران جزو سیاست خارجی آمریکا دست کم نیست و فقط محدود میشه به یک موارد خیلی مشخص و معینی که باید همون باشه، ولی چرا گسترده تر نیست؟ چرا به همین وضعیت جوانان ایرانی در جزیره ناورا مورد توجه هیچ یک از نهادهای بین المللی حقوق بشر نیست؟ قضیه چی هست؟ یا دولت استرالیا؟ البته های چالنگی، دولت ها گاهی تعارفات حقوق بشری میکنن. همین امریکا هم سر هر از چندگاهی سخنگوی وزارت خارجه یا دستندرکاران دیگر دولتی بحث حقوق بشر در ایران یا حقوق مردم ایران رو میکنن، اما اکثرا به تعارف بیشتر شبیه، اکثرا این حرفا رو برای خالی نبودن عریضه میزنند و حواسشون پی معاملاتی است که دارن میکنن. من فکر میکنم در این زمینه درک به خصوص کشورهای دموکراتیک، مسئولیت متوجه اپوزیسیون و مخالفین حکومته که از سازوکار موجود در دموکراسی ها یعنی مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و رقیب دولت‌های حاکم، نهادهای غیر دولتی، NGO ها و سازمان‌های مردمی بین‌المللی باید استفاده کنند، فشار بیارند به حکومت‌ها از طریق پارلمان‌ها و وادارشون کنند که در معاملاتی که با کشورهای دیکتاتوری و سرکوبگر می‌کنند حقوق ملت‌ها جایگیر بشه. کما اینکه مواردی هم داشتیم، شاید بزرگتریناش مسئله آفریقای جنوبی باشه که منافع اقتصادی و سیاسی تمام کشورهای غربی در معامله با رژیم آپارتاید بود و سرمایه‌گذاری های بزرگ داشتن، ولی همین فشار افکار عمومی و کاری که مخالفین آفریقای جنوبی کردن باعث شد که تحریم سنگینی علیه رژیم آپارتاید و سفیدها شد و نهایتا هم سرنگون شدن. یا در برمه اخیراً به هر حال تحریم‌های بین المللی باعث شد خانم آن سان سوچی آزاد شد و وارد پارلمان هم شد و هنوز هم خود ایشون میگن تحریم‌ها رو بر ندارید تا این نظامی‌ها چند قدم دیگه عقب برن و مواردی دیگه. من فکر میکنم بخشش هم مسئولیت مخالفین حکومت در خارج از ایرانه، چون مخالفین حکومت در داخل این بخش رو هیچ کاری نمیتونن بکنن که باید بتونند از ساز و کار دموکراسی ها استفاده کنند و دولت ها رو تحت فشار بگذارن. دولت آقای اوباما شیش دنگ از زمان جنبش سبز دنبال این بوده که یه جوری با آقای خامنه‌ای به هر حیله رهی باز کنه و بلکه ماجرای هسته‌ای رو ایشون یه پر آقای اوباما به کلاش بزنه بگه من حل کردم و حتی خواب این رو میدید ایشون که بره تهران و ابایی هم نداشتن از اینکه
به وی او ای فشار بیارن، برنامه تلویزیونی تفسیر خبر قطع کنن یا ده ها کار دیگه بکنن و پشتشون رو به جنبش سبز بکنن. ولی این هنر اپوزیسیون باید باشه که به دولت ایشون همسال دولت ها فشار بیارن. خب آقای نوزاد، ما میبینیم به جای رسیدگی به وضعیت جوانان در ایران، هزینه ها روانه یمن، سوریه، عراق میشه. بله. آخرین تحولات در مسیر مصالح ملی ایران در این کشورها رو خیلی کوتاه از شما میشتن. بله، در پالمرا، در تدمر گردن چند جوان ایرانی رو زدن که جزو دستگیر شدگان بودن، و همینطور در بیمارستان شغور که در تصرف جبهه نصرت در اومد، عده‌ای از ایرانی ها و حزب الله دستگیر شدن که سرنوشتشون رو خدا میدونه. در یمن آبروریزی رژیم واقعا آشکاره، حوثی ها بازی رو دارن میبازن و اون زمانی که براشون امکان داشت بیان سهمی بگیرن، در دولت باشن، به تشویق آقای قاسم سلیمانی، رمبوی ولی فقیه، رفتن شورش کردن، کشور رو به نابودی کشوندن و حالا هم داریم میبینیم که در جنگی که با نیروهای دولت قانونی میکنن، خونه های مردم رو میکوبن، یعنی همون کاری که سوریه داره میکنه. برید حرفایی که حسن نصرالله هفته پیش زد، آغاز این هفته، نشان دهنده سقوط این دروغی است، این فریبی است که به عنوان انقلاب اسلامی ایران آمد و یه در رو فریب داد. شاهد سقوطش در خاورمیانه خواهیم بود تا نوبت سقوط اصلیش برسه. مثل اینکه ظاهرا ما این کاری که آقای قاسم سلیمانی، این شکست های پیاپی که سپاه پاسداران و اینو در خارج از مرزهای ایران داشتن، رمبو پیشکش، مثل اینکه صد رحمت به روان پاک رضا بیکمانوردی خودمون نیست. بله کاملا. خب این رمبوی ولایت فقیه هم رمبوی قلابی میشاخه، یعنی مثل همه کاراشون رمباشون هم قلابیه. بله، به اون توپ و تشرهای اولیه و فلان و بعد عقب نشینی هایی که میبینیم نتیجه چه هست و پیامدهاش برای مردم ایران و بیت المال. بله. مردم کشتی کمک ها بارش رو در جیبوتی خالی کرد. قرار نخه ما مستقیم میریم هدیده، اصلا جرأت نداره کسی به کشتی ما نزدیک بشه، دو تا ناو دنبالشه. رفت جیبوتی، تو درواسی هم گرفتار شدن، مرتبه کمک های انسانی به جیبوتی باید فرستاده بشه که ظاهر سازی بشه. برحال سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده، با سپاس از شما و با سپاس از شما آقای سازگارا در واشنگتن آفتابی و بسیار گرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.